سلام، من زهرا امیر ابراهیمی هستم. در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود با قسمت دوم ویژه برنامه تماشا به مناسبت 40 سالگی انقلاب. در هفته‌ای که گذشت کلی پیام دریافت کردیم درباره برنامه قبلی و فیلم‌هایی که مرور کردیم. بد نیست بگم که بعد از انقلاب حداقل 2000 فیلم در ایران تولید شده و فهرست ما هم برآیندی از نظر رای دهنده ها و هیچ عینیت و قطعیتی درش نیست. در واقع فرصتی فراهم شده تا با هم یاد کنیم از فیلم‌های ماندگار تاریخ سینمای ایران بعد از انقلاب. و اما 15 فیلم دوم. این ملال آرام، این تنبلی، این میل به ابطال و فراموشی از کجا آمده؟ مهرجویی اینجا هم با تبحر زوایای ذهنی یک روشنفکر سرگشته رو کند و کاو میکنه، روشنفکری که در یک جامعه در حال گذار زندگی میکنه و دچار یه بحران هویت شده. درخت گلابی داستان نویسنده‌ای که بعد سالها به باغ پدرش در دماوند میره، بلکه اونجا قلمش راه بیفته و دوباره بتونه بنویسه. در باغ یاد خاطرات دوران کودکیش میفته، یاد عشقش به میم، دخترک کتابخونی که با همه فرق داره، رویاش بازیگریه و بالاخره میره که آزاد باشه. اولین پلان من تو سینماست دیگه. پلانی بود که موهای منو میزدن و من پشت به دوربین توی یه کنج نشسته بودم در سکوت، موهای بلندم و دوتا بافتن و قیچی کردن و آقای سانسوچی گفت تمام این صحنه رو بزنیم. حالا کیه؟ آقای محمدی، همین که فیلم مارمولک رو ساخت و خودش با کله افتاد توی همین مسائل این شکلی که اینه بزن اونو بزن، اینه بزن آقا اصلا با دعوا اینا. خلاصه محمدی بلند شد رفت و گفت تا من این نظارت معاون نظارت هستم، من نمیذارم که این صحنه بمونه توی این فیلم. و رفت. گفتم شوهر نکردم، نگفتم تنهام، خرجی 3 نفر رو میدم، خونم هم به اینجا نزدیکه، کارم هم خوب بلدم، از قدرت بپرس دیگه چه حرفیه؟ یه قصه عاشقانه ناممکنه، قصه عشق یه مرد ثروتمند و یک زن کارگر. به جای تاکید روی رابطه، اون نیزه انتقادی خودش رو به طرف اختلافات طبقاتی پرتاب میکنه. این دخترایی که بچگی نکرده زن میشن، جوونی نکرده پیر میشن، صدها زن دیگه تو این جامعه، تو این مملکت حتما خلاق‌تر از من بودن که نشد. اگه میخواییم کاری برای ما بکنیم، بذاریم خواهرم با خودم بیارم. صبح که میام سر کار، همش دلم پیش اونه. خانم بنی اعتماد با ظرافت میان یه خطایی رو میشکنن توی این فیلم در رابطه این دو نفر. جوری این صحنه گرفته شده، تو متوجه میشی که کارگردان تیغ سانسور بالای سرشه. با همه اینا این صحنه رو برای انتقال عاطفه انسانی ساخته و وسوسه‌ش هم بر اومده. وقتی قراره هیچ کس ندونه حلال همسر شما، چه فرقی میکنه اسممو جایی بنویسن یا نه؟ با استعداد یک کمال تبریزی که میتونه با توجه به روابطش و توجه به امکاناتی که در اختیارش قرار میده، نمیگم آدم بی استعدادی، آدم آرتیست با استعدادی که بهش میگن آقا حالا بکن این کارو، من میگه چشم میتونه. لیلی با من است تصویر طنزآلود موقعیتیه که به زبان ساده بهش میگیم توفیق اجباری.
یک فیلم بردار برای اینکه وام بگیره داوطلب میشه برای ساخت مستند بره جبهه و ناخواسته از خط مقدم سر در میاره. قرار ما که منطقه جنگی نبود. من که خط مقدم نمیرم. برای اولین بار بعد از انقلاب یک انسانی به خاطر وصل به هر جایی بهش اجازه میدن که بدون محدودیت یک کار رو انجام بده و این فیلم تبدیل میشه به یکی از بهترین فیلم‌های کمدی بعد از انقلاب و این نشون میده که چجوری مخصوصا در کمدی هر چقدر تو محدودیت نداشته باشی میتونی کمدی بهتری تولید بکنی. تو اصلا میدونی کجا اومدی؟ نه کجا اومدم؟ نکنه خط مقدمه؟ بنده خدا اینجا 50 متر جلوتر از خط مقدمه، دیگه هم راه برگشت نداری. دلم به خودم میگم اگه رضا دوستم داشته باشه یه زن دیگه براش مهم نیست، فقط بشه بچه میده فرقی نکرده، عشق مو سر جاش. خودم دارم رضایت میدم، باش واسدم. من همیشه شخصیت هم اینطوری ساخت و پرداخت میشن که در یک موقعیت بحرانی قرار گرفتن که باید به نحوی خودشون ثابت کنن توی این یا بتونن از این بیان بیرون. ده توی این ماجرا یک زنیه که این کار داره میکنه. نه، ماجرای زنانه این شکلیه اصولا که میگه برو مهمونی بسنن و یا نه میخواد ببینه اگه میره که خب من میتونم قهر کنم و یک کمی حالشو بگیرم مثلا. ببین لیلا، تو منو وادار به این کار میکنی ها. اگه بعدن جا بزنی بخوای ادامه ندی بذاری بری من بیچاره میشم ها. به نظر من بهترین بازی علی مصطفی است تو این فیلم، یعنی این بازی که همزمان میگه نه ولی میاد تا یه حد زیادی. از همون اول فیلم یه پیچیدگی هایی از روح مرد ایرانی در می آورد که تا حالا من ندیده بودم توی سینما ایرانی و به نظر من خیلی درست بود. داروش مهرجویی داره سعی میکنه که مسئله زن، فردیت و مدرنیته زن رو در این جامعه سنتی به تصویر بکشه. ولی هیچ کس نمیتونه حدس بزنه کار من اینجا چیه. کی باور میکنه که من اینجا منتظرم شوهرم از خواستگاریش برگرده؟ اینکه یک کارگردان مرد به نقش زنان به این پررنگی در سینمای ایران بپردازد جزء اتفاقات کم نظیر سینمای ایرانه. آقای بیضایی پرسیدن میخوای زن آسیابان بازی کنی یا دختر آسیابان؟ من گفتم زن آسیابان. بیشرم مردمان که شما اید، ما را میکشید یا غارت میکنید. نمایشنامه که در یک آسیاب میگذره، محدودیت کارگردان در یک فضا، یک اتاق، فضای کوچک. پاسخ این رنج های سالیان من با کیست؟ من هر روز زندگیم به شما باج دادم. هیچ مکان دوربین رو با مکان دیگر شما نمیتونید مشابه بگیرید، یعنی مکان دوربین دائم عوض میشه. دوربین همبازی بازیگره. صحنه بود که همه دور هم میچرخیم، بعد من میستم سرم رو بالا میگیرم. چه شده؟ خوابه بدی دیدم. خوابگزاران من کجا هستم؟ من که وامیستم دوربین میاد جلو. تمام مدتی که من دارم خواب تعریف میکنم دوربین میاد تا جلو. و بر زمین نخار علف که شمشیر تیز میروید. بهرام بیضایی به علت دانش بسیار زیادش و احاطه به فرهنگ و تاریخ ایران و زبان فارسی کارش از تمام فیلمسازان دیگر ایران متمایزه. نوشتارش موزیکه، ریتم داره، وزن داره، متن روونه، قابل بازیه، انرژی توشه. باید به سراسر ایران زمین پندنامه بفرستیم. پندنامه بفرسته موبد، اما اندکی نان نیز بران بیفزای. ما مردمان از پند سیر آمده ایم و بر نان گرسنه ایم. این رست به صحنه رفت عین همین متن بدون که هیچ ذره این طرف و اون طرف. چی شد که توی فیلم که اومد توقیف شد؟ چی باعث شده که چریکه تارا یا مرگی ازگر برای ابد توقیف شد؟ آرینک داوران اصلی از راه میرسند. شما را که درفش سپید بود این بود داوری، تا رای درفش سیاه آنان چه باشد؟
مرگ یزدگرد یکی از چندین و چند فیلمیه که هرگز روی پرده سینما نرفته و دیده نشده. کلن به یک نکته در بحث سانسور کمتر اشاره شده. اینکه سانسور فقط هنرمند رو محدود نمی کنه. مخاطب رو هم محروم می کنه. گاهی یک نسل یا حتی دو نسل از تجربه‌ای که میتونسته تاثیرگذار باشه محروم شدن. در این حال این سوال هم مطرح شده که تصویر ثبت شده در فیلم‌های ایرانی از جامعه بعد از انقلاب چقدر میتونه با وجود محدودیت‌ها و خط قرمزها واقعی باشه. یک شعر در اوج خشونت، یک قصه عاشقانه است که میرسه به تراژدی. آقا نظر شما چیه؟ راجب چی؟ راجب هر چی، ما داریم یه برنامه درست میکنیم. نظرتون در مورد آرزوها؟ انگار یه در تازه‌ای داره باز میشه در سینمای ایران برای رفتن به سمت مسائل نسل سوم. آرزو خیلی چیز خوبیه. من آرزوهامو خیلی دوست دارم. اصلا شاید وقتی بزرگ شدم اصلا گوشم آرزو. دوربین وارد شهر میشه، وارد توقعاتی میشه که تویده هستن و گرفتاری عجیب غریب دارن. ولی نعمت الله مرعوب مشکلات و قصه های دردناک این شخصیت ها نمیشه و با گام های استوار فیلم خودش رو باید میکنه. دهنتو باز کن خانومی ببینم، باز کن. یکی از صحنه هایی که خیلی تو ذهن من مونده جاییست که رضای رویگری از گلشیفته فرهانی میخواد که دهنشو باز بکنه و نگاه بکنه ببینه کدوم دندون خراب شده و ما از اونجا به عنوان مخاطب این احساس وحشت رو داریم که داره این معصومیت این نسل کم کم دست مالی میشه. ترس باز کن. گدا گشنه، با پول من مثل زنا برای خودت طلا میخری؟ به تو چه؟ با پول من اون دندونای کرموتو طلا میکنی؟ دو تا برادر دائم دارن میجنگن. حالا یه وسط اینجا یه زنی هست که زبونم نداره. لاله. این با تمام زبان احساسات، زبان انسانیش که با زبان اصلی همه ماست، این دوتا رو به هم وصل میکنه. خیلی خوب پرورش پیدا کرده برای اینکه این رابطه عاشقانه و این عواطف لطیف رو در یک بک‌گراند زمخت و خشن از نظر طبیعت، از نظر جایگاه اجتماعی قرار داده و نتیجه خیلی تاثیرگذار هست. سکانس آخر در ترنم باران در کنار دود آتش با صدای زجه های پروین سلیمانی و آهنگ دانوب آبی فراموش نشد. مرتضی به جون امیرعلی قسم بخور. پشت من تا حالا جون امیرعلی رو قسم نخوردم ولی به جان امیرعلی دوست دارم. در جامعه ایرانی خانواده یه تقدس داره و قراره که دست نخوره و بعد حالا ما میبینیم تو این بستر مقدس حالا داره این دورویی و این خیانت شکل میگیره. دستمون چیکار میکرده؟ خب زنگتون خراب بود دیگه، پیک آورده بود زنگ سیمین خانم اینا رو زده بود، اونم آورد داد به من. بازی خانم تهرانی تو این فیلم خیلی بازی لایه لایه عمیق و تاثیرگذاریه. تو چرا به خودی ازش دفاع میکنی؟ شوهر من میشناسمش. هی هر بار منو شگفت زده میکنه که بگم واقعا اینا دو تا مرد نوشتن، آقای اسخر فرهادی و آقای مانی حقیقی. هنوز که هنوز من تو فکرش هستم که چجور ممکنه یک زنی با همه انرژی و تواناییش اینجور خودشو نابود بکنه و فقط زندگیش این بشه یک دیگر رو بپاد. مسافران به نظر من شجاع‌ترین فیلم ایرانیه، به یک دلیل خیلی خیلی خاص که همه میدونیم. قصه همون ابتدای فیلم لو میره. ما میریم تهران برای عروسی خواهر کوچیکترم. ما به تهران نمیرسیم، ما همگی میمیریم. برای کسی مثل بیضایی که استاد به هم بافتن این بافت دراماتیک در قصه است، در نمایشنامه‌هاش، در فیلم‌هاش، این میاد و در همون اول فیلم قصه رو لو میده. میگه آقا از این به بعد شما باید این فیلم رو به دلایل دیگری دنبال بکنید. ما میریم تهران. درسته که نقش من خیلی کوچولو بود ولی من راضیم که این کار رو کردم. نقش زن در سینمای بیضایی برای من جالبه، چون یه گمشده‌ای هست توی
مملکت ما کیفشون بهش میپردازن و این همین چیزا میشه که آدم بیزایی رو دوست داره. مهتاب توی؟ فیلمیه در ستایش زندگی، در حالی که داره از مرگ میگه. نقد مرگ اندیشی فرهنگ ماست و فرهنگ شرقی است. تجلی زندگی و زندگی محوری در فیلم مسافران شخصیتی هست که جمیله شیخی بازی میکنه. اون قول داد آینه به موقع میرسه، اون در راهه. مادر تمام مدت باور داره که این مرگ ادامه زندگیه. اگر که ما بخوایم به هر کسی که در عزاییست بخوایم بگیم که عزیزت نرفته و هست، به نظر من باید بهش بگیم از ابتدا تا انتها فیلم مسافران. فیلمی مثل مسافران نیست اصلا، نیست، نداریم. مسیرت کدوم داره؟ من فرق نمی کنم، همینجوری دارم میرم، اصلا نمیدونم الان کجام. خب پس چون بارون میاد میشه منو برسونی؟ باش، کدوم طرفی؟ برو چپ. نفس عمیق، ماجرای دو پسر و یک دختر جوانه که به تصادف سر راه هم قرار میگیرن و تأثیری برگشت ناپذیر روی زندگی هم میذارن. مشخصا به مسائل و مصائب اجتماعی نسل جوانتر، نسلی که ما احتمالا رای اولی سال 76 رای اولش رو داده و بیشتر از اون چیزی که بهش میدن میخواد. من معتبر ببینم. به اونا میپردازه با یه زبان خیلی آرام و خونسرد. این جوانها قرار بوده که آرمانهای انقلابی رو در خودشون متبلور بکنن و این اتفاق نیفتاده و ما با سه نفر از سه خانواده مختلف مواجه هستیم که هیچ کدوم در واقع هیچ هدف والایی برای زندگیشون ندارن. چون میدونی من آدما رو از موزیک گوش میدن طبقه بندی میکنم، یعنی اینکه مثلا مهمه بدونم کسی بلوز گوش بده یا جاز گوش بده یا موسیقی آلترناتیو گوش بده یا مثلا من فکرش باز باشه اول با برای اولین بارها از یک موسیقی راک زیرزمینی تو این فیلم استفاده شده. حالا چی گوش میدی؟ من داریش گوش میدم. این در واقع غیر متعارف بودن این موزیک در زمان خودش رو با غیر متعارف بودن اون شخصیت ها یه جوری میشه ربط داد. نکته‌ای که بعد از دیدن این پنج فیلم به نظر میرسه شباهت‌های بوتیک و نفس عمیقه که اتفاقاً به فاصله یک سال ساخته شدن. این فیلم‌ها به نسلی میپردازن که میشه گفت قبل از این با این صراحت و صداقت بهشون پرداخته نشده. نسلی که هرچی هست پرورده ایران بعد از انقلابه. این فیلم‌ها بعدها بیشتر شدن. سنتوری، رخ دیوانه، سوپر استار و خیلی فیلم‌های دیگه که در برنامه ما جا نشدن. وقتی من این فیلم رو برای اولین بار دیدم واقعا جا خوردم، به خاطر توقعاتی که از سینمای ایران داشتم که در واقع هیچ مسئله جسورانه‌ای نمیتونه توش مطرح بشه. خوش بریم خونه، یکی دو روز بمون، بعد جوری زیر چشات گل افتاده. بنی اعتماد در فیلم نرگس یک نگاه بسیار ریالیستی داره به یک قشر فرودست اجتماع، به اضافه یک مثلث عشقی که فکر میکنم تا اون موقع در سینما ایران متقابل نبود و خیلی هم غیر متعارف بود. تا پارسال با هم بودیم اما امسال اتاق جدا گرفته. یه سوال خیلی عمده برام این بود که چرا اسم این فیلم نرگسه و چرا اسم فیلم آفاق نیست، برای اینکه در واقع این فیلم برای من قصه آفاق بیشتر با بازی بسیار درخشان خانم فریما فرجامی، قصه زنی که عاشق و فداکاری میکنه. نخواستی به درک، این زنمه نه مادرم، حالیته زنمه مادرم نیست. از نرگس دیگه فیلمنامه هایی بود که یا خودم نوشته بودم و یا مشترک. اون دورانی که سه فیلمساز میتونستن یک فیلمنامه رو تایید کنن، من اسمش دوران طلایی گذاشتم. برای زمان خودش اتفاق تازه‌ای بود و متفاوت بود. این بود که ما صدای خواندن یک زن رو در تیتراژ فیلم چه در شروع و چه در پایان می‌شنیدیم.
آنچه در فیلم‌های علی حاتمی می‌بینید فقط در فیلم‌های علی حاتمی می‌بینید. منظور فقط نوع کارگردانی یا شمایل بصری و فیلمنامه نیست. مسئله دنیاست. دنیایی که فقط علی حاتمی می‌سازه و می‌شناسه و ما می‌شناسونه. واقعاً یک نقاشی بود که این رو می‌آورد پشت دوربین این تابلوشو. فرقش این بود که وقتی که این آدماش رو می‌کشید دیالوگاشون تو دهنشون می‌کشید می‌ذاشت. هرچی پدر در خاک تبعید اسارت کشید پسر مرد دریا شد و آزاده. بعد از تمرد پدرتون از حکم تیر کار ما خوب یا بد شبیه هیچ کار دیگری نیست. پس تکلیف منتقد با این کار معین و روشن نیست. میزانی در دستش نیست که بسنجه اینو با کار بدترین کارگردان ایتالیا یا بهترین کارگردان سوئدی مقایسه بکنه. دوربین از پشت میله‌های پایین تخت مادر میره بالا و گویی مادر آزاد میشه. این مرگ براش مرگ خیلی تلخ و سیاه نیست. فقط قرار بوده که بچه‌هاش دور هم جمع کنه و خیلی راحت بره. با فیلمی روبرو هستیم که نه واقعیت و نه واقعیت نیست. تجربه کرد تا سینمای مستند و سینمای داستانی رو این خط مرزش ورداره و در این کار موفق شد. انگیزه شما از اینکه خود به جای آقای محسن مخبل مفت به خانواده آهنخواه معرفی کرده انگیزه چی بود از اینجاده؟ دوست داشتم جایشون باشم، مثل ایشون باشم، نشد. کیارستمی میتونست این فیلم رو در واقع به صورت داستانی بسازه ولی از کاراکترهای اصلی استفاده کرده، از کسانی که تمام این اتفاقات براشون افتاده و بعد کاملا به صورت داستانی دوباره سازی کرده. جا به جا کردن یه شعر رو به کسی میگفتم انجام بده مردد بود، انجام نمیداد چون من در اون طبقه که بودم حرفمو نمیخرید. اما اینجا دیدم تا در نقش ایشون در اومدم همه اینها من غیاب به صلاح تسلیم صحبت من شده بودم. یکی از مضامین و مؤلفه های فیلم همین قضیه اصل و فرع هست و اوجش جایی هست که آخر سر روی موتور سوار هستند. دو مخمل باف واقعی و غیر واقعی دارن میرن، صدا قطع میشه و مخاطب میماند که آیا اشتباه از سالن سینماست، آیا اشتباه در خود فیلم اتفاق افتاده است، آیا کارگردان تصمیم گرفته است و این تمام مرزهای بین مستند، داستانی، واقعیت و دروغ و در واقع تمام آن چیزی که سینما قرار است باشد اینجا دیده میشه. همه بی‌صبرانه منتظر پرده آخری. داستانی معمایی در ستایش تئاتر و هنر نمایشگری است. یکی از منحصر به فرد ترین فیلم‌های تاریخ سینما ایرانه. با ساختن یک فضای جادویی و غیر واقعی، فیلم پرده آخر به مخاطب قبل از هر چیزی امکان میده که وارد دوره تاریخی دیگری بشه. پرده آخر داستان خواهر و برادری اشرافیه که میخوان خونه برادرشون رو که مرده از چنگ همسرش در بیارن. یه گروه نمایش استخدام میکنن که با اجرای نمایشنامه‌ای که در واقع نقشه خواهر برادره، همسر برادرشون رو به جنون بکشونن. پرده آخر بعد از 30 سال همچنان از رکوردداران سیمرغ بلورینه. آقای کیارستمی شاید از فیلم زیر درختان زیتون شروع میکنه به این که من چرا در خدمت سینما باشم؟ سینما میتونه در خدمت من باشه. آقای فیلم رو شما پخش میکنی؟ سوال کنی برداری کردن؟ برای ما چه فرق میکنی؟ شما فیلم رو میگیریم برای پخش که نمیکنی؟ منظور تلویزیونه؟ بله. خب حق با شماست، ولی حالا چون نشون نمیدن ما هم نگیریم. خب پخش که نمی کنی از برامون. یه دو فیلم هم که ما داریم فیلمو میبینیم که درش یه فیلم دیگر ساخته میشه. یه گروه فیلم برداری میخوان درباره حسین و طاهره دوست و دل داده فیلم بسازن. سکانس 14 پلان 1 برداشت 2. پسرمو، پسرخاله، پسرده، اگر اینا رو بخوام حساب کنم روی هم حدود 25 تا از دست دادن. کات 65 تا.
25 تا آقا از دسته. نه 65 تا. بریم آقا. در واقع تقابل اون واقعیت واقعی رو داریم که خب میتونیم بگیم زندگیه، با اون واقعیت بازسازی شده که اون سینماست. تونم آیا ما ببینم چه دل با من داری یا نه؟ زندگی رو تو این خرابه ها مرگ انتخاب میکنه و به جای نشون دادن مردگان به بازماندگان و به کسایی که زنده موندن میپردازه. مجموع امتیازاتی که فیلم داره اون تبدیلش میکنه به فیلم برجسته، به یاد ماندنی و شاهکار، نه تنها در سطح سینمای ایران بلکه در سطح جهانی. سی فیلم از 40 فیلم منتخب رای دهندگان تماشا رو دیدیم. به قول عزت‌الله انتظامی در ناصرالدین شاه اکتور سینما، راستی که این اخوان لومیر در آن اتاق تاریک با ما چه کردند. و تازه 10 فیلم آخر هنوز مونده. احتمالا میشه حدسایی زد. شما هم اگه دوست داشتین حدساتون رو برای ما بنویسین و هفته بعد ببینین چند تاش درست بوده. تا بعد.